میدان جنگ در افغانستان خونین تر و گسترده تر شده می رود. افزایش موج از حملات هراس افغانانه جنگجویان بومی و خارجی طبیعت سبز بهاری این سرزمین را با خون شهروندانش سرختر ساخته است و آینده را برایشان مبهم. با تغییر پرچم سفید به سیاه، جنگ حالا در افغانستان شکل دیگر به خودش گرفته است. جنگجویانش بی‌رحمانه تر از گذشته خشونت و وحشت می آفرینند. در این جنگ مبهم یا به گفته برخی ها نیابتی، بازیگران دیگر هم به صحنه آمدند. از گروه اسلامی و ازبکستان تا گروه داعش و ده‌ها گروه تازه ظهور کرده دیگر. سربریدن و گروگانگیری در صدر فعالیت های حراس افغانانه ایشان قرار دارد. اما رهبران طرف دیگر جنگ، رئیس جمهور و رئیس اجرایه، در دام تنش های درونی بر سر قدرت غلطیدند. به همین خاطر گفته می شود که پایه های این حکومت می لرزد و امید مردم این سرزمین از حکومت وحدت ملی جایش را به ناامیدی خالی کرده است. واقعیت شمیست که مردم افغانستان دیگه تحمل ندارن رئیس هیب. کارت واقعا به استخوان رسیده، یا حکومت مسئولیت بگیره یا اجازه بده مردم افغانستان خودشان مسئولیت بگیرن. در چنین وضعیت ناگوار جنگی، کرسی وزارت دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش ملی افغانستان در گرو معامله های دو رهبر گیر مانده است. این مسئله نظامی پوشان را در رویارویی با دشمن در میدان نبرد می رنجاند و بسیاری از فرماندهانشان تمرکز برای نشانه گرفتن به دشمن را ندارند. اینا بین وزیر دفاع و لوی درستیز نمیتونه به توافق برسه، جای شرم نیست؟ چرا اینا خجالت نمیکشند؟ اما آنچه رئیس جمهور غنی برای پایان جنگ در افغانستان رویش تاکید دارد، انجام گفتگوهای صلح با طالبان یا به تعریف خودش مخالفان سیاسی است. اما اکنون ایجاد دو دستگی در میان رهبران طالبان و رهبران حکومت وحدت ملی بر سر چگونگی این گفتگوها ظاهرا به نظر می رسد که این گفتگوها هم به مفهوم شده است. اما قربانی این همه بازی ها تنها مردم افغانستان هستند. تازه ترین گزارش سازمان ملل متحد باز هم نشان می دهد که آمار تلفات غیر نظامیان در کشور افزایش یافته است. تنها در سه ماه نخست امسال 655 تن در تیراندازی های دو طرف جنگ جانهایشان را از دست دادند و بیش از 1500 تن دیگر هم زخم برداشتند. اما چرا جنگ در افغانستان بار دیگر شدت گرفته است؟ حکومت وحدت ملی ضعیف شده است و یا مخالفان مصالح دولت قدرت گرفتند؟ در برنامه امشب همین پرسش را با کنکاش میگیریم. من فواد امان هستم. سلام به برنامه کنکاش، خوش آمدید. در این برنامه حامد صبوری استاد دانشگاه، شاگل رضایی نماینده مردم در مجلس نمایندگان و پرویز کاوه روزنامه‌نگار اینجا با من هستند برای بحث بیشتر. مهمانان عزیز بسیار خوش آمدید. آقای صبوری، چرا بار دیگر وضعیت امنیتی با گذشت هر روز بدتر شده میره و دامنه جنگ هم گسترده تر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما، به مهمانای ایبس. ببینین، زمانی که ماموریت ناتو در افغانستان تغییر میکنه و به شکل دیگر، شکل حمایتی و آموزشی و مشورتی رو به خود میگیره، یک موضوع بسیار واضح میشه، این که تمام موضوعات امنیتی و یا فراهم نمودن امنیت در سرتاسر افغانستان وظیفه نیروهای امنیتی افغانستان است. یک موضوع. موضوع دومی که بسیار اساسی و عمده است این است که نیروهای امنیتی افغانستان آیا از در 12 سال و 13 سال گذشته همو امکانات و همو تجهیزات را در اختیار دارند که واقعا اینا بتانن امنیت در او جایی که بسیار اساسه، که همیشه در اونجا جنگ وجود داشت، به امنیتی وجود داشت، به نظمی وجود داشت، آیا میتونن با همو امکانات محدودی که دارن فراهم کنن؟ دو، موضوع سیومه که بسیار اساسی است که اشاره هم شد به او در قبلا، خود موجودیت بی‌ثباتی در داخل حکومت است. این یکی از عناصر بسیار عمده و اساسی است، به خاطر که یگانه عنصری که برای نیروهای امنیتی ما روحیه میته، انگیزه میته، مورال میته تا اینا به خاطر یک هدف بسیار مشخص بجنگن، این انگیزه متاسفانه تا کم ضعیف شده. موضوع چهارم که بسیار اساسی و هم بسیار اساسی و عمده است، امسال یک سال سرنوشت ساز است از چند لحاظ. اولی که طالبا و یا مخالفین دولت و یا هر گروه تروریستی دیگه یا که یا به نحو از آنها با استخبارات کشورهای دیگه و طرف مرز ارتباط دارن و یا با گروه هایی که در منطقه فعالیت میکنن ارتباط، مهم نیست. مهم است که هدف از اونا
تخریب حکومت و وضعیت امنیتی، تخریب وضعیت سیاسی و تخریب وضعیت اقتصادی در افغانستان است. در حقیقت اونا امسال برشان بسیار اساسی و حیاتی است. یعنی اگر اونا بتانن در سال 2015 که مسئولیت امنیتی در افغانستان به دوش نیروهای امنیتی افغانستان است، اگر اینا بتانند و توانایی از این داشته باشند و این را ثابت کنند که اینا نیروهای امنیتی افغانستان میتونن از پای در بیارند، خصوصا در بسیاری از قسمت‌های ناامن افغانستان که البته هم در شمال بعض ساعات وجود داره که از لحاظ امنیتی مشکلات وجود داره، از لحاظ لوجستیکی و تکنیکی برای نیروهای امنیتی افغانستان، هم در جنوب و هم در شرق و حتی در بعض مناطق مرکزی افغانستان همچنان. بران اگر اینا تانستن که امسال یعنی نیروهای امنیتی افغانستان در این مساحت تضعیف بسازن، ما یا دولت افغانستان متاسفانه با یک مشکل دچار خواهیم شد. ولی اصل اساسی حالا چی است؟ مهمی است که وظیفه دولت افغانستان، وظیفه ناتو فعلی است که از اینمی جلوگیری کنند. اگر اینا نتانن امسال، فقط امسال بسیار اساسی و مهم است، اگر اینا نتانن از اینمی پیشروی یا از اینا جلوگیری کنند، یکی از اهداف را که در بیرون مرز سر از او تاکید میشه که اینا میخوان که نیرو برای خود ثابت بسازن که توانایی نیروهای امنیتی افغانستان چقدر است. آیا اینا در مقابل ضربات پی در پی در جاهای مختلف افغانستان در نقاط مختلف که قبلا امن بود ولی فعلا ناامن شده، توانایی ایستادگی و دفاع از منافع ملی، دفاع از اراضی افغانستان دارن یا ندارن؟ اگر این ثابت نشد متاسفانه شاید ما با مشکلات دچار باشیم. ولی منوز فکر میکنم منوز یعنی ربع اول است به اصطلاح، فصل جنگی هنوز نو شروع شده، امکان داره دولت افغانستان بعض تدابیر امنیتی را که ضرور بود او را هنوز اتخاذ نکرده باشه و در پلان گذاری خود یک کم به تعویق افتاده باشه. و موضوع دیگه عدم موجودیت رهبری در اکثریت وزارت های امنیتی افغانستان، خصوصا فعلا که یکی از وزارت های کلیدی است فعلا وزارت دفاع ملی، یک موضوع بسیار اساسی و عمده است که به زودترین فرصت اگر خلا حل شوه موضوعات نظامی و کمک ها در نقاط دور فراهم شوه، ما فکر میکنم ورق تغییر خواهد کرد. ولی چیزی که اساسی و مهم باید این کار صورت بگیره و به زودترین فرصت صورت بگیره. آقای کاوه، دلایلی را که آقای صبوری در پیوند به افزایش ناامنی ها و گسترش سایه جنگ در افغانستان مطرح کردند، افزایش بار دوش مسئولیت های نیروهای امنیتی افغانستان، پایان ماموریت نظامی نیروهای ناتو و بی ثباتی و بی نظمی و افتادن دو رهبر حکومت وحدت ملی بر سر تقسیم قدرت، پس می توانیم بگوییم که این موارد سبب شده که مخالفان مصالح دولت جسورتر و فعالتر شدند و دستشان برای انجام فعالیت های هراس افغانانه در افغانستان نسبت به گذشته بازتر شده؟ به نام خدا و بار سلام به شما. سلام میمونه عزیز. من فکر میکنم که البته بدون شک یک بخشش برمیگرده به عدم رهبری در داخل نهادهای امنیتی ما، به ویژه ارتش افغانستان که عملا از خلای رهبری رنج میبره، ولی یک بخش دیگه هم بدون شک برمیگرده به چگونگی تغییر ماموریت ناتو. بدون کسانی که در افغانستان جنگ میکنن، وارد نبرد هستن با نیروهای امنیتی افغان، اینا حمایت های منطقه ای دارن و حمایت های منطقه ای زمانی به چالش کشیده میشه که شما یک حمایت داشته باشین یا در برابر کسی که جنگ میکنه از تعریف داشته باشین. تا دیروز این نیروها در برابر نیروهای آمریکایی، نیروهای فرض کنین انگلیسی یا آلمانی یا فرانسوی می جنگیدن، امروز در برابر نیروهای افغان می جنگن. در تازه ترین گزارش هم که یونما نشر کرد، ما می بینیم که میزان تلفات زیاد تغییر نکرده نسبت به در مقایسه با سه ماه اول سال گذشته، و دلیلش هم این است که ما در یک برهه از این زمان در یک ام فصل اجازه نمی دهد که جنگ صورت بگیره یا جنگ تشدید پیدا بکنه، که البته ما او فصل هم سپری کردیم و وارد فصل تازه میشیم که جنگ احتمالا شدید میشه. و یک بخش دیگه هم به این مسئله رابطه داره که در کناری که بحث صلح را مطرح کرد، دولت افغانستان حامیای منطقه ای یک مقدار کوشش کردن که در یک وضعیت آرامتر به سر ببرن تا امتیازات را میخوان از دولت افغانستان به دست بیارن، اونا را به دست بیارن. با توجه به این مسئله فکر میکنم که در مجموع هر دو عامل میتونه اثرگذار باشه. کشمکش های سیاسی در داخل نظام هست، کشمکش هایی که خصوصا بین دو شریک قدرت هست، این میتونه که از یک جانب روحیه را ضعیف بکنه در بین نهادهای امنیتی و از جانب دیگه میتونه که
زمینه تجهیز، تمویل و حمایتای لوجستیکی را ضعیف بسازه. عملا ما میبینیم که قراردادها لغو هست، قراردادهایی که عملا میتونه که خون در رگای ارتش و نیروهای امنیتی تزریق بکنه، اینا بسته هست، بند است. امروز ما ظرفیت لازم را برای یا توانایی لازم را یا سیستم فعال را برای تجهیز نیروها نداریم، برای تمویل نیروها نداریم، برای سوخت رسانی به نیروها نداریم. و تمام این دلایل میتونه که به اصطلاح عامل به اصطلاح تشدید جنگ ها و ازدیاد فشار بالای نیروهای امنیتی افغانستان باشه. البته تا امروز ما بدون شک با دلایلی که قبلا ذکر کردم هنوز وارد مرحله جنگ رو در رو نیستیم. با توجه به این ما میزان تلفاتی که اما در گزارش سازمان ملل متحد گفته شده که میزان تلفات در سه ماه نخست امسال در جنگ رودرهای دو طرف جنگ بسیار بلند رفته در مقایسه با سه ماه نخست سال گذشته. در سالهای گذشته غیر نظامیان بیشتر در اثر انفجار ماینهای کنار جاده‌ای حملات انتحاری بیشتر قربانی می شدند. خب در مجموع در تعداد کشته شده و مجروح این تفاوت زیادی نیامده. حتی گفته میتونیم که در مقایسه با سال گذشته ما که در سال گذشته 1143 زخمی داشتیم، امسال 1155 زخمی داریم، یعنی در حدود 13 زخمی بیشتر شده، اما در تعداد کشته ها کم آمده. اما نحوه به اصطلاح شکل کشته شدن مردم فرق میکنه. امروز اینا بیشتر در جنگ های زمینی در روی و روی نیروهای امنیتی با نیروهای مخالف دولت افغانستان کشته میشن و این هم دلیل داره از خودش. در گذشته طالبان تلاش میکردن که بیشتر با وسیله مثلا ماین‌گذاری ها، عملات منظم بالای بیسای امنیتی یا با وسایل اهدافشون را به اصطلاح مورد هدف قرار بدن. اما امروز وقتی که نوعیت ماموریت ناتو تغییر کرد، اینا آمدن و در روی رویی با نیروهای امنیتی افغانستان وارد جنگ شدن و این مسئله خودش بدون شک میتونه که تلفات را افزایش بده. یعنی امروز به اساس ارقامی که ملل متحد انتشار داد 29% مجموع کشته شده و زخمی شده در جنگ هایی است که رو در رو صورت گرفته میان نیروهای امنیتی افغانستان و میان طالبا یا نیروهای مخالف مسلح دولت افغانستان. و این نشان میده که 29% به اصطلاح رقم بسیار کلان است در مقایسه با سایر انواع که تونست تلفات به بار بیاره، مثلا ماین‌گذاری های کنار جاده یا مثلا عملات سازمان یافته تروریستی. این رقم هنوز خیلی بالا هست. این خودش نشان میده که به نوع رویارویی میتونه پس از این تلفات را افزایش بده، چون از یک جانب نیروهای ناتو که در جنگ در گذشته دخیل بودن، اونا با نوع جنگ رو در رو بیشتر آشنا بودن. هنوز نیروهای امنیتی ما از آموزش لازم در برخورد با دشمن در جنگ‌های رو در رو آشنا نیستن، فقط از یک جایی کاتش میشه، اینا تلاش میکنن که در برابر یک گلوله ده گلوله فایر بکنن بدون اینکه متوجه شوند یا اطلاعات استخباراتی لازم داشته باشند در اینجا دشمن هست یا نیست. و این مسائل میتونه که اگر توجه بالاش نشه میتونه که افزایش بده تلفات را. و یک مسئله دیگه هم که میخوایم اضافه بکنیم این است که متاسفانه یک بخش کلانی از تلفات ملکی که از ماین‌گذاری های کنار جاده ناشی میشه، دلیلش این است که نیروهای امنیتی افغانستان یا منصوبین اردو و پلیس با استفاده از وسایل نظامی به انتقالات شخصی میپردازند یا به اهداف شخصی استفاده میکنند. خانوادهشون را از یک منطقه به دیگه منطقه انتقال میدن، اطفالشون را به مکتب میفرستند. و زمانی که یک انفجار یا یک ماین چسبکی به موتر نصب میشه و این منفجر میسازه، در کنار یک نظامی 5 تا ملکی را میکشه و این خود به خود امی شکل عملیات یا به اصطلاح نوع صدمه رساندن به نیروهای امنیتی افغانستان میتونه که تلفات ملکی را بالا ببره. خانم رضایی، با توجه به گروگانگیری 31 شهروند افغانستان در شاهراه کابل قندهار و همین گونه در تازه ترین مورد سربریدن ده ها سرباز ارتش ملی در ولایت بدخشان از سوی مخالفان مسلح دولت و همچنان تغییر شیوه جنگ
مخالفان مصالح دولت از کارگزاری ماینه های کنار جاده‌ای و انجام حملات انتحاری و رویارویی با نظامیان افغانستان در میدان نبرد. می توانیم بگوییم که نظامیان افغانستان مخالفان مصالح دولت بسیج‌تر شده میروند و حکومت افغانستان به برنامه شده در جنگ با مخالفانش؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما و مهمانان برنامه و بینندگان محترم. دقیقاً حوادث اخیری که در کشور اتفاق میفته، حوادث بسیار ناگواری که در کشور اتفاق میفته، هر دو بعد قضیه دخیل، یک بعد ممکنه تغییر شیوه جنگ، تغییر تاکتیک های به کار برده شده توسط گروه های مخالفه. شما میبینین از گروگانگیری 31 نفر شروع تا بحث سربریدن ها به صورت بسیار وحشتناک میشه، عنوان قتل عام را حتی به این بحث نامبر، تا مسائل راهگیری های دیگر در مناطق مختلف افغانستان. اینا نشان از تغییر شیوه های جنگ در افغانستان و نشان از اینه که جنگ در افغانستان پیچیده در شده. شما میبینین حداقل در یکی دو ماه گذشته دو حادثه بسیار سنگین در ولایت غزنی توسط انفجار ماین کنار جاده رخ داد و حوادث مشابه از نشان از اینه که جنگ در افغانستان پیچیده تر شده. ما با هم جبهه طالب و هم جبهه داعش در افغانستان روبرو هستیم و پیچیدگی دیگه قضیه ای که جغرافیای جنگ در افغانستان یا ساحات جنگ در افغانستان وسعت بخشیدن گروه های مخالف. امروز شما میشنوین از رسانه های افغانستان دقیقاً اطلاع دارن که حداقل 100 عملیات در بیش از 21 ولایت کشور جریان داره و نیروهای امنیتی در واقع در 21 ولایت افغانستان مصروف جنگ با گروه های مخالفه. از یک طرف پیچیدگی طرف مخالفینه که هم طالب و هم جبهه داعش دو گروه متفاوت با دو پدیده متفاوت روبرو دولت افغانستان و هم شیوه ها و تاکتیک ها رو متفاوت ساخته و پیچیده تر ساخته. مثلا با گروگانگیری 31 نفر میخواد جنگ قومی در افغانستان را بیاندازه و یک نوع فضا را برای حکومت افغانستان و برای دولت افغانستان طور مهیا بسازه که ضعف و ناتوانی نیروهای کشفی و استخباراتی افغانستان را به نمایش بگذاره و از جانب دیگه میخواد با انفجارات و سربریدن ها عملا روان مردم افغانستان را در اختیار خود بگیرن. ولی بعد دیگه قضیه حکومت افغانستانه، حکومتی که امروز مثل که دوستا گفتن لویدرستیز و وزیر دفاع افغانستان که مدیریت جنگ در افغانستان باید به عهده داشته باشه عملا حضور نداره. حکومت افغانستان در مجموع دولت اگر هر سه قوه را در بر بگیره به بحث های حاشیه‌ای مصروف هستند. بحث کدام فرد در رأس کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی باشه یا نباشه، کی لویدرستیز باشه و کی وزیر دفاع باشه، کدام روز وزیرا رای بگیرن و کدام روز رای نگیرن، اینا موضوعات حاشیه‌ای هستند که وزرا را حکومت افغانستان در مجموع دولت افغانستان سران حکومت وحدت ملی را به صورت اخص مصروف نگه داشته و باعث ازی شده که امروز مدیریت جنگ در افغانستان در نقاط مختلف حوادث بسیار ناگوار را به دنبال داشته باشه. حادثه‌ای که در بدخشان اتفاق افتاد، من فکر می‌کنم حادثه بسیار ساده نبود، شبیه از این حادثه چند سال پیش در غازی آباد اتفاق افتاد و یک حادثه بسیار تکان دهنده بود و ایشان ما می‌فهمیم که در ارتش و در پلیس افغانستان کیها حضور دارند، بچه‌های غریبی که توان دریافت شغل مناسب‌تر را در گوشه‌های مختلف دولت به دست نمیارن، متوسل میشن به خاطر یک مقدار معاش به دست میارن. البته حس وطن دوستی سربازان دلیر اردو و پلیس افغانستان را ما هیچگاه نمیتونیم نادیده بگیریم، ولی بیشتر سربازان پلیس و ارتش ملی افغانستان بچه های غریب این مملکت هستند که وارد ارتش و پلیس افغانستان شدن و به شکل بسیار وحشتناک سر بریده میشن، سرهای بی تن و تنهای بی سر به خانواده ها تسلیم داده میشن. ولی این طرف قضیه ما میبینیم یک حکومتی که حتی ما به خاطر پاسخ خواستن من حیث پارلمان به خاطر از اینکه جواب حادثه بدخشان را بگیریم فرد را نمیابیم که حداقل مورد استیضاح قرار بگیره. امروز توسط سرپرست داره میشه و در مطابقت به قانون اساسی افغانستان سرپرست را نمیشه استیضاح کرد. اینانی ما دو چیزی کاملا متفاوت را در دو جهت میبینیم، پیچیدگی جنگ در افغانستان، شیوه های متفاوت، تاکتیک های متفاوت و استفاده از ابزارهای متفاوت را در جنگ افغانستان و این طرف مصروفیت های حاشیه‌ای حکومت و دولت را. این دو کاملا خانم روزی میخوایم این پاسختان کمی روشنتر بسازین. پس میتونیم بگویم که حکومت وحدت ملی یا نظامیان افغانستان دارن روز تا روز ضعیفتر میشن و در مقابل مخالفانشان در میدان نبرد قدرتمندتر؟
نه، ما نمیخوایم بگم نظامیان افغانستان. نظامیان افغانستان با تمام توان رزمیدن سربازان دلیر افغانستان، ولی این را باید بپذیریم که در سطح رهبری دولت مشکل وجود دارن. اما فکر نمیکنم این مشکل درای... سبب خواهد شد که دیگر نظامیان افغانستان هم در میدان نبرد توانایی خود را از دست بدن و همو حس وطن دوستی که دارن و حسشان هم سرانجام کشته شود. جدا ما میخوایم به این بحث بپردازم. ما باید از راس شروع بکنیم، ریاست جمهوری افغانستان و ریاست اجرایی افغانستان. افغانستان در شرایط همه روزه از مردم افغانستان در شاهراها قربانی گرفته میشه، در ماین های کنار جاده شما در ولایت غزنی ما مثل قبلا تذکر دادم حداقل حوادث بسیار ناگواری در نقاط دیگه مثل مزار شریف حادثه ناگوار اتفاق افتاد، در بدخشان حادثه ناگوار اتفاق افتاد. این ایجاب میکنه که ریاست اجرایی و ریاست جمهوری افغانستان یک تکانه جدید را در تصمیم گیری های خود به وجود بیاره و حداقل منازعه بر سر تقسیم قدرت را به خصوص در پست های امنیتی کنار بگذارن. اما میمانم سر روحیه نیروهای نظامی در افغانستان. معلوم دار وقت 6 ساعت در بدخشان جنگ جریان داشته باشه و این نیروها سخت به کمک نیاز داشته باشه و هیچ فرمانده و کلانی وجود نداشته باشه تا در سختترین شرایط به اینا کمک رسانی بکنه، معلوم دار انگیزه نیروهای امنیتی از اونا گرفته میشه. ولی ما هنوز هم به نیروها توانمندی نیروهای امنیتی و شجاعت و دلیری سربازان دلیر اردو و پلیس افغانستان افتخار داریم و معلوم دار این یکی از دلگرمی های مردم افغانستان میدانیم. آقای صبوری، در چند سال گذشته گفتم ایشاد که جنگ افغانستان توسط طالبان در تبانی با سازمان استخبارات پاکستان پیش برده میشه. حالا دیده میشه که گروه های دیگر وارد صحنه نبرد در افغانستان شدن، گروه اسلامی ازبکستان، گروه داعش و ده ها گروه دیگر. به گفته رئیس عمومی امنیت ملی تنها در شهر کابل 100 گروه هراس افغان مشغول فعالیت های هراس افغانان در افغانستان هستند. چی شد به یک بارگی این بازیگران تازه وارد صحنه جنگ در افغانستان شوند؟ ببینید، همیشه بازیگرای مختلف وجود داشته. ما اگر نام بگیریم از گروه های مختلف که در داخل افغانستان و یا تا بیرون از مرزهای افغانستان وجود داشتن، گروه های بسیار متفاوت بود. یک تعدادشان اهداف بسیار کوچک داشتن که مثلا در یک منطقه مشخص فعالیت میکردن، یک تعدادشان اهداف فرامنطقه‌ای و فرامرزی و فراتر از منطقه‌ای که در او زندگی میکردن از او داشتن. گروه های مختلف هست. اما اینقدر سرزبان ها نبودن که حالا بیشتر. بعضی مثلا اگر ما نام از داعش ببریم، یک چیز است که در افغانستان وجود نداشت، ولی هنوز ما به این باور هستم که داعش با او مفهومی که در سوریه و در عراق جای وجود داره به هیچ معنا در افغانستان وجود نداره. چیزی که ما امروز از او به عنوان داعش یاد میکنیم در افغانستان، او اکثریت از او کسایی هستند که فقط با تغییر بیرق امروز یک نام دیگه را برای خود انتخاب کردن. ولی یک چیز بسیار اساسی این موضوعات در تغییری که در افغانستان در سال در آخر 2014 و آغاز 2015 به وجود آمد که ماموریت ناتو تغییر کرد، مسئولیت تمام امنیت افغانستان به دوش نیروهای امنیتی شد افغانستان افتاد، این یک چیز قابل پیش بینی بود. بنابراین چیزی که بسیار اساسی و عمده است و برای من بعضا قابل قبول نیست این است که دولت، هر دولتی که باشه، هر وزارت دفاعی که هر کشور که باشه، زمانی که یک تغییر بسیار اساسی در حکومت در سطح یک کشور به وجود میاد، به این سطح مثلا که ماموریت عمومی ناتو تغییر میخوره، اینا یگانه کاری که میکنن بعضی قدم ها رو میوردن. اول توانایی خود میسنجن، دوم ای که چقدر چون مثلا شیوه ماموریت تغییر کرد، آیا ما متوانایی را داریم، با چه نوع وسایل ضرورت داریم. این باید پیش بینی کنند که تکتیک های جدیده که مثلا مخالفین دولت افغانستان در قبال نیروهای امنیتی استفاده خواهد که چی خواهد بود. یعنی پیش بینی و پلان سازی به خاطر سال آینده که ماموریت به کلی تغییر کرد، این جزء الفبای یا الفبای هر وزارت دفاع ملی افغانستان است. ما به این مثلا به این عقیده نیستم که مثلا ما در وزارت سرپرست داریم، سرپرست وزارت داریم، سرپرست روی درستی داریم. اینا مثلا نمیتونن که صحیح که در بعض موارد اینا تصامیم اجرایی رو گرفته نمیتونن، ولی مسائل عادی روزمره، پلان گذاری، پیش بینی حوادث، پیش بینی جنگ های سال آینده یا ماه آینده یا هفته آینده، فراهم نمودن اینا، بررسی توانایی نظامی از یا بررسی تجهیزات از اینا، بررسی موضوعات لوجستیکی
از یا بررسی وضعیت جوی که تا ما اگر مثلا اگر ما در نقطه دوردست ما با یک مشکل مواجه میشیم چطور بتانیم مثلا اگر نمیتانیم از لحاظ لوجستیکی از رای زمین مثلا تجهیزات یا مثلا مواد سوخت چیز را برای اینا برسانیم آپشن دیگه ما چی است؟ یعنی این چیزهای بسیار الفبای نظامی است که مثلا ضرور نیست که یک نفر وزیر باشه حتما این کار کنه، ضرور نیست که روی درستیز برحال باشه این کار کنه. این جزء پلانگذاری هر وزارت است که بر سال آینده بر ماه آینده این کار میکنه. چیزی که من میبینم ناتوانی وزارت امنیتی ما، خصوصا در چون امروز موضوع شهادت نیروهای امنیتی افغانستان مطرح میشه از اردوی ملی، بنان می کوتاهی را در وزارت دفاع میبینم، به خاطر که اگر ما تصور کنیم که اینا فکر میکنن که ما باید سرپرست هیچ کار نکنیم، این کلانترین اشتباه از اینا است، بلکه اینا صحیح است که مثلا بعض صلاحیت های اجرایی را باید سرپرست ندارن، ولی کار روزمره از اینا ایجاب از این را میکنه که تمام از این مسائل پیش بینی کنن. ماموریت ناتو تغییر کرد، بنان ما آیا می توانایی را داریم که بدون شک یک چیز بود که حداقل من فکر میکنم اکثریت کسایی که در موضوعات افغانستان دخیل هستن میفهمیدن که با تغییر ماموریت ناتو شیوه جنگ مخالفین دولت افغانستان، نوعیت عملات از اینا، مناطق که اینا به دوری عملات خود زیاد میتن، کدام مناطق آسیب پذیریشان بیشتر است، در مناطق مرکزی، در مناطق شمال، در مناطق جنوب، در مناطق شرقی افغانستان، یعنی این چیزایی است که تقریبا پیش بینی شده بود. بنان تمام امو یعنی شرایط که اینا بتانن نیروهای امنیتی افغانستان آماده به یک فصل نو جنگ نو و تکتیکای نو که امکان داشت از طرف مخالفین دولت افغانستان در قبال نیروهای امنیتی افغانستان استفاده شود، این باید در نظر گرفته میشد. بیشتر اشاره شد مثلا به تعداد نیروهای کاهش نیروهای تلفات ملکی افغانستان. تلفات ملکی افغانستان بسیار کم کاهش پیدا کرد. دلیلش چی است؟ سابق قسم بود سال گذشته اینا چون در جنگ رویارویی از لحاظ چون نیروهای ناتو هم می جنگیدن و تپالوی از او توانایی از تجهیزات هوایی خود هم استفاده میکردن و نیروهای امنیتی افغانستان هم در پالویشان هم کاری میکردن، در رقب از این همیشه وجود داشت و از این حمایت میکردن. فعلا او تغییر داد، بنان اونا کوشش میکردن یک اهداف دوگانه داشتن، هم افراد ملکی را هدف قرار میدن تا در حقیقت یک دهشت در بین مردم ایجاد کنه، در پالوی از او عملات برای نیروهای امنیتی تا حدی که امکان داشتن. فعلا اینا میبینن تمرکز خود بیشتر سر نیروهای امنیتی انجام دادن، به خاطر که هدف از یا فعلا مشخص است در جنگ رویارویی با اینا و یا جنگ چریکی با اینا، فقط هدفشان بسیار مشخص است. بنان این وظیفه یعنی ابتدایی و بسیار اساسی، یا مثلا بگویم که یعنی پیشتر که اشاره کردم الکار الفبایی وزارت دفاع ملی، وزیر دفاع، لوید ریستیز، سایر رؤسا و موینایی که در این وزارت بود که اینا این موضوعات باید قبل از قبل پیش بینی میکردن، با ارگ، با مثلا ارگانهای دیگه امنیتی در جریان میگذاشتن، یک پلان جدید را که سازگاری با تغییر ماموریت داشت اینا تنظیم میکردن. آقای سبیلی، حالا که چون این کار صورت نگرفته و به نظر میرسه که حکومت افغانستان هم به زودترین فرصت نمیتونه که یک برنامه برای نظامیانش در میدان نبرد آماده بسازه یا عمود دیپلماسی جنگ خود آماده بسازه، و از سوی دیگر نظامیان خارجی ناتو هم افغانستان را ترک کرد، تنها 1500 یا 600 نظامی آمریکایی که در افغانستان حضور دارند، حالا فکر میکنین که این نیروهای خارجی میتونه که از چنین وضعیت پیش از پیش جلوگیری کنن و نگذارن که وضعیت بدتر از این شوه و سرانجام مخالفان مصالح دولت خودشان را به دروازه های کاخ ریاست جمهوری برسانند؟ ببینید من فکر میکنم یعنی رسیدن از اونا به کاخ ریاست جمهوری یک موضوع، من فکر میکنم یک چیز است که فعلا ما اصلا سرش باید بحث نکنیم. حالا در چیزی که چند کیلومتری شهر کابل، در جنوب شهر کابل گزارشی از حضور جنگجویان داعش پخش شد و در اونجا اینا جنگ شریکی میکنن، ولی عراق و سوریه دستور میگرفتن برای راهنمایی جنگ. شما اگر به اون رقم فکر کنین، ما مطمئن هستیم که بعضی گروه های خرد و کوچک را داریم که در کابل، حتی شاید در مناطقی که ما فعلا حضور داریم، شاید بعضشان فعالیت داشته باشند. عملات روسی که در کابل میشه، عملات انتحاری که در کابل میشه، نماینگر خود ازی است که اینا در گروه های خرد و کوچک در حتی در کابل حضور دارن. ولی چیزی که اساسی است این است که ولو ماموریت تغییر خورده، نیروهای امنیتی افغانستان باید به مو تغییر ماموریت که فعلا وجود داره یا به مو مسئولیت های بزرگی که به دوش ازی است مطابق از اونمو باید اینا عیار شوند. در مناطقی که آسیب پذیر است
مثلا نیروهای زیادتر روان شود، در مناطقی که مثلا بیشتر امن‌تر است تدابیر امنیتی گرفته شود، در مناطقی که مثلا امنیت بسیار خوب است میتونن که مثلا از پلیس ملی بیشتر استفاده شود تا اردوی ملی، و یا در جهات میکانیزمای مختلف وجود داره که دولت میتونه از این استفاده کنه. ولی این مثلا بیشتر و قدر ارتباط بسیار زیاد هم برق نداره. این چیزی که بسیار ارتباط داره به خود پلانگذاری وزارت دفاع ملی و پیش بینی از یا، یعنی در حقیقت قوه تحلیل از یا که اینا پیش بینی کنن که آینده، یعنی شکل جنگ طالبا و یا مخالفین دولت افغانستان و یا داعش و یا گروپ های خرد و کوچک دیگه که است با تغییر ماموریت چی رقم می باشه، به اصطلاح انگلیسی میگن پردیکتبل باشن، ببینن که چی امکان داره که اینا تغییر تاکتیک بدن. این چیزی است که من فکر نمی کنم به بعض گپای سیاسی که فعلا جریان داره، این کار خانگی هر نهادهای امنیتی ماست که کار انجام میده. آقای صبوری، وزارت دفاع یا نهادهای امنیتی برای انجام یک عملیات ده ها روز سپری میکنن تا این عملیات سرانجامش برنامه ریزی شود و امو مراحل بروکراسی خود طی کنه. فکر میکنی که هنوز فرصت هست وزارت دفاع یا وزارت داخله و دیگر نهادهای امنیتی چنین یک برنامه بزرگی که شما از آن یاد کردین آماده بسازن؟ من فکر میکنم، من چیزی را که یادآوری میکنم، برنامه بزرگ نیست، این کار روزانه از اینا است. چیزی را که اینا هر سال هر وزارت دفاع در هر جای دنیا میکنه این است که اینا سال گذشته را یک مطالعه میکنن، تاکتیک هایی را که در مخالفین هر کشور، مخالفین هر دولت استفاده کردن او را مطالعه میکنن، میبینن که سال آینده دولت در چی وضعیت است، مخالفین در چی وضعیت است، بعض موضوعات قابل پیش بینی است اون را در نظر میگیرن و به اساس از او آمادگی های خود میگیرن. من فکر میکنم یا این کار باید کرده باشن، اگر نکرده باشن هنوز من فکر میکنم آغاز نو بهار، بهار مثلا یعنی بهار ماست، و ولی یعنی جنگ که مخالفین دولت شروع میکنن تقریبا نو شروع شده، هنوز هم موقعی ندارند که آسیب شناسی کنن و جایهایی را که فکر میکنن یعنی از لحاظ تکنیکی و از لحاظ تکتیکی امکان داره طالبا و مخالفین دولت وضعیت و تکنیک جنگ خود تغییر بدن، در اونجا یعنی معیارات دیگه رو در نظر بگیرن و مثلا نیروهای خود به شکل دیگه موبیلایز کنن یا تنظیم کنن که در اونجا در حقیقت امنیت بهتر تامین کنن. و ادامه برنامه هم پس از وقفه کوتاه. با ادامه برنامه خوش آمدید. آقای کاوه، حکومت وحدت ملی به رهبری رئیس جمهور و رئیس اجرایی بیشتر تمرکزشان برای پایان جنگ و تامین صلح و آرامش در افغانستان انجام گفتگوهای صلح با طالبان است، اما در این روزها دیده میشه که نقش طالبان در جنگ افغانستان کم رنگ شده رئیست و مخالفان دیگر یا جنگجویان دیگر زیر نامهای تازه در جنگ افغانستان حرف نخست و آخر هم میزنند. فکر نمیکنی که حالا برای حکومت افغانستان ناممکن است که از راه گفتگوهای صلح با طالبان در افغانستان صلح را بیاره و حالا راه آوردن صلح در افغانستان، راه پایان جنگ در افغانستان با حکومت هم بسیار پیچیده و دشوار شده میره با گذشت هر روز؟ خب باید توجه داشته باشیم که امنیت یکی از لازمه‌های هر جامعه است و به اساس ارزیابی‌ها و به اصطلاح طرح پرسش که از مردم صورت گرفته، سرویه‌ای صورت گرفته، امنیت اولویت مردم افغانستان است و به می اساس رئیس جمهور افغانستان چندین بار گفتن که 70% وقتشون صرف کار کردن با نهادهای امنیتی افغانستان سپری میشه، صرف میشه و به اساس توجهش بیشتر بالای نهادهای امنیتی افغانستان است. یعنی گزینه جنگ را همیشه ما باید فعال داشته باشیم و خوب است که وقتی که بحث جنگ مطرح میشه، چون بدون جنگ، بدون زور نظامی ما نمیتونیم که وارد مذاکرات سیاسی برای آوردن صلح شویم. ما باید قدرت نظامی در کنار بحث‌های سیاسی داشته باشیم که بتونیم واقعا اعمال فشار بکنیم در گفتگوها. من فکر میکنم که به هر حال بحث صلح با طالبا میتونه یک بخشی از گفتگوها باشه، اما این نمیتونه افغانستان را با توجه به شرایط و وضعیتی که در حال حاضر ایجاد شده افغانستان را به صلح رهبری بکنه یا برسونه. و دلیلش این است که شما میبینین که آن که حاضر است صلح بکنه میای در زیر چتر طالب و به دولت افغانستان میپیونده و شاید امتیاز هم بگیره، اون که نمیخواد صلح بکنه بیرق به تغییر میده و یک نام دیگه بالای خودش میگذاره. با این اساس فکر میکنم که ما رای نظامی را همیشه باز میگذاریم و به این خاطر وقتی میخوایم که گزینه نظامی همیشه باز باشه باید به تقویت نهادها بپردازیم. با تقویت نهادها
از طریق ایجاد نهادهای مسئول میتونه به دست بیایه. به اساس رئیس ارتش، وزیر دفاع، اینا کسانی هستند که باید به زودترین فرصت معرفی شوند و تعیین شوند تا نهادها مسئول باشند. شما میبینید که در بحث که مطرح شد در عملی که در بدخشان صورت گرفت، اطلاعاتی که در دست است نشان میده که نه قماندان کندک نه سایر مسئولین در دسترس نبودن و سربازی که می جنگه و سربازی زیر فشار است نمیدونه که از کی فرمان بگیره و چگونه مشکلش را مطرح بکنه. به اساس تعداد تلفات، تعداد کسانی که جدا از تلفات انسانی تجهیزات اردوی افغانستان از دست رفت و این میتونه که فردا در برابر اردو استفاده شود. شما زمانی که با ترسدهای هوایی یا سایر انواع ترسد میبینید که موتر رنجر مثلا موتر نظامی در حرکت است، شما مسونتر به طرف نگاه میکنید. خب به هر حال وسیله نقلیه ارتش افغانستان است، در حالی که احتمالاً او در اختیار مخالفین قرار داره و بایش اسلحه انتقال میتن، بایش مخالفین انتقال میتن و شما نمیتونید کاری بکنید تا زمانی که اطلاعات لازم استخباراتی یا کافی استخباراتی در دست نداشته باشید. آقای کاوه، شما همزمان با انجام یا تلاش های گفتگوهای سال با طالبان روی فشارهای نظامی بالای جنگجویان مخالف دولت هم تاکید داشتین، اما یک از گزارش های تلونیوز در سه ماه اخیر نشان میده که مؤثریت عملیات نظامیان افغانستان در برابر مخالفانشان کاهش یافته، فعالیت ها یا عملیات استخباراتی از سوی سازمان استخبارات افغانستان هم کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر حکومت افغانستان در انجام گفتگوهای سال با طرفش دچار یک بی‌برنامگی شده، چون اختلاف نظر میان دو رهبر حتی بر سر گفتگوهای سال وجود داره و از سوی دیگر رهبران حکومت طالبان هم یک دسته نیستند در انجام گفتگوهای سال. بسیار این مسئله را پیچیده ساخته. پس حکومت افغانستان تنها گزینه‌ای که برای آوردن امنیت نسبی برای مردم افغانستان روی دست بگیرن کدام از غیر از انجام گفتگوهای سال؟ حالا گزینه‌های نظامی هم کمتر بالاش توجه شده. ببینین، ما حمایت ناتو را در اختیار داریم. ناتو یا نوع ماموریت ناتو که نویتش که امروز در افغانستان حضور داره، ماموریت حمایت قاطع به این معنا هست که ما آنچه را که از لحاظ تجهیز و آموزش و کمک نیاز داریم از این نیروها بگیریم. امروز این نیروها حاضر هستند که همکاری های استخباراتی بکنن، حاضر هستن که اطلاعات هوایی رو در اختیار ما قرار بدن، یعنی ترصدای هوایی که صورت میگیره این رو در اختیار نیروهای افغانستان قرار بدن. آنچه که در افغانستان در داخل نظام صورت میگیره این است که متاسفانه افرادی که باید مسئولانه با ناتو همکاری بکنن وجود ندارن. ناتو هم سردرگم است و دولت افغانستان هم بحث صلح مطرح کرد. در بحث صلح آهسته آهسته ما احساس میکنیم که بحث صلح به بنبست رسید، یعنی ضرب الاجلی که تعیین شده بود برای دستیافتن به سال یا به اصطلاح آغاز روند عملی گفتگوها این ضرب الاجلا تمام شد، ماها ازش گذشت و هنوز ما وارد مرحله نشدیم که به صورت ملموس مردم ببینن که گفتگو صورت میگیره و تلاش دولت افغانستان در راستای آوردن امنیت به هر حال نتیجه میده. با این اساس من فکر میکنم که نیاز مردم افغانستان امنیت است و فشارهایی که بالای دولت افغانستان هم هست از این ناحیه است. نارضایتی که امروز شکل گرفته بیشتر از مسائل اقتصادی مسائل امنیتی هست. مردم روز به روز جانشان از دست میدن. سرباز که به اصطلاح به یک جنرال سپرده میشه، به یک مسئول ارتش سپرده میشه، در واقع خون این سرباز در اختیار یا جان این سرباز در اختیار یک مسئول امنیتی است و مسئول امنیتی وجود نداره، حضور نداره در ساحه. به این اساس فکر میکنم که مدیریت یا توجه بالای مدیریت نیروهای امنیتی در کنار بحث‌های گفتگو و گفتگوهای سال یا تلاش دیگه که برای آوردن امنیت صورت میگیره باید ارجحیت داشته باشه و اولویت داشته باشه. خانم رضایی، امو آخرین نظرسنجی از مردم افغانستان نشان میده که تنها خواستشان از حکومت وحدت ملی تامین صلح و آرامش است. یعنی میخوان بمیرن اما با شکم گرسنه در فضای صلح و آرامش. از سوی دیگر حکومت افغانستان هم سرگرم چانزنی ها بر سر تقسیم قدرت هستند و در این روزها کمتر دیده میشه که به مسائل امنیتی برای تامین امنیت به مردم افغانستان میپردازند و نمونهش هم امو رویدادهای امنیتی ناگواری که در چند ماه اخیر به وقوع پیوست. اگر امین
روند ادامه پیدا کنه. فکر میکنه که چی سرنوشت امنیتی در انتظار مردم افغانستان است؟ معلوم دار مردم افغانستان به این دلیل اولتر از همه صلح را میخواین که نتیجه و پیامد جنگ برای مردم افغانستان بسیار سنگین بوده. وقتی در یک مسیر مرکز ولایت تا یک ولسوالی مردم در یک حادثه بسیار ساده در یک دقیقه 12 نفر عضو یک فامیل شهید میشه، وقتی در یک حادثه دیگه در یک نقطه دیگه یک ولایت در اندکترین حادثه در نصف روز نصف روز سرهای بیتن و تنهای بیسر و خانواده ها سپرده میشه، معلوم دار مردم افغانستان حق داره که اولین آرزو و اولین آرمان خود بحث صلح و تامین امنیت بدانه. ولی این طرف دیگه قضیه نظامیان افغانستان است. شما در چند روز گذشته شنیدین که یکی از مقامات بلندپایه حکومت افغانستان اظهار داشت که تلفات افراد نظامی در میدانهای نبرد در هفته ها بسیار زیاد بوده و این آمارهای بسیار بلند و وحشتناک را نشان میده. ولی بعد دیگه قضیه ایه که ما یک تصویر کلی از حکومت میخواییم داشته باشیم. پیشتر گفته شد که در نبود وزارت دفاع لای درستی هم میشه درسته در یک مملکتی که همه چیز نهادی نشده باشه، مسئولیت پذیری ها نهادی نشده باشه، سیستم شکل گرفته باشه و این سیستم بسیار دقیق کار بکنه، بسیار دقیق و درسته. ولی حقیقت مطلب چیه؟ ما اگر یک تصویر کلی از حکومت ارائه کنیم، از سطح ولسوالی به عنوان واحد محلی شروع کنیم تا سطح ولایت به عنوان واحدهای اصلی محلی و تا سطح ادارات مرکزی که وزارت خانه ها باشه و تا عالی ترین سطح امنیتی که وزارت دفاع افغانستان باشه، همگی یک سردرگمی را هیچ ولسوالی، هیچ قمندان امنیه ولسوالی، هیچ والی و هیچ قمندان امنیه ولایت و هیچ وزارتخانه سرپرستی خود در قبال قضایایی که اتفاق میفته مسئولیت به مفهوم آنچنانی نمیدانه. به این معنا که فکر میکنن که امروز خواهد بود و روز دیگه نخواهد بود در کرسی، بناهن به همین دلیل که نظارت دقیق هم در یک چنین حالتی برای روندها وجود نداره. شما در حادثه بدخشان دیدین که کمبود سوخت یکی از مشکلاتی بوده که نتونست جان یک تعداد افراد را حداقل نجات بده. ما تصویر کلی حکومت را از رأس با پایین یا از پایین به بالا اگر ببینیم، ما یک وضعیت نیمه جان را در حکومت افغانستان میبینیم. نه ولسوال مسئولیت پذیری داشته باشه، نه قمندان مسئولیت پذیری داشته باشه، نه والی و نه وزیر. بنابراین نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که سربازان افغانستان، سربازان پلیس و اردو به میدانهای جنگ فرستاده میشه و هیچ گونه حمایتی آنچنانی دقیق ازشان صورت نمیگیره. نتیجهش اینه که حوادث شبه بدخشان اتفاق میفته. اما اگر این چنین وضعیت ادامه پیدا کنه، من فکر میکنم مثل که ما در مرحله اولم یادآوری کردم، با تاکتیک های مختلفی که فعلا گروه های مخالف در نظر گرفته، با پیچیدگی هایی که در جنگ رونما شده، ما ضرورت به این داریم که هرچی عاجلتر بحث نظامداری را در افغانستان جدی بگیریم و بحث رهبری جنگ را در افغانستان درست مدیریت کنیم. یعنی به این معنا که تا وقتی که جنگ در افغانستان درست مدیریت نشوه، از یک طرف آمار تلفات سربازان اردو و پلیس بیشتر خواهد شد، از یک طرف امکانات و هزینه ها بدون دستاورد آنچنانی هدر خواهد رفت و از طرف دیگر این زمینه برابر می‌سازد، فراهم می‌سازد که تاکتیک های مختلف از آدرس مخالفین نظام افغانستان بر علیه مردم افغانستان به کار برده شود. اما در ارتباط بحث صلح که پیشتر یادآوری شد، من میخواهیم این یادآور شوم که بحث صلح اول با بسیار خوشبینی آغاز شد و انتظار این میرفت که خوشبینی ها هر روز پیامد عملی داشته باشه، ولی هنوز هم که هنوز ما هیچ نشانه مبنی بر به وجود آوردن صلح از راه گفتگوها به صورت جدی نمیبینیم. ما به این باور هستیم که دولت افغانستان قطع جنگ را در افغانستان یکی از پیش شرط های اساسی صلح و مذاکره بدانه. تا زمانی که جنگ قطع نشده، همه روز از یک طرف از مردم افغانستان قربانی گرفته شود و از طرف دیگر بحث صلح ما فکر نمی‌کنم مفهوم نمیتونه داشته باشه. به این خاطر که پیش شرط به نام قطع جنگ را ما باید بیش از همه برای او باید دادخواهی کنیم و به عنوان یکی از پیش شرط های اساسی باید مطرح بسازیم. آقای صبوری، شما گفته های امون عضو مجلس در نشست امروز مجلس نمایندگان شنیدین که کارد به استخوان رسیده و دیگر صبر مردم افغانستان هم لبریز شده. در چنین وضعیت رسالت مردم افغانستان چیست؟ از یک سو حکومت میپذیره که در 6 ماه حکومتداریش برای مردم افغانستان ناکام بوده و سوی دیگر هم یک دیوار دارد در حال شکلگیری میان مردم و حکومت افغانستان است. مردم چی باید بکنند در چنین وضعیتی؟ مردم رسالت خود انجام دادن، به حکومت وحدت ملی رای دادن، حکومت وحدت ملی تشکیل شد
رسالت مردم تا حد خاتمه پیدا کرد. چیزی که بسیار اساسی و مهم است است که دولت وحدت ملی مسئولیت حمایت و تامین امنیت مردم افغانستان به دوش داره. بنان این وظیفه حکومت وحدت ملی است، از نهادهای امنیتی افغانستان است که در این مقطع زمانی که مثلا وضعیت افغانستان اگر مدیریت خوب تر نشه، اگر پیش فرض های به وجود نبیاید که تکتیک های گروه های مخالف به چه شکل می باشه، یک آسیب شناسی مناطقی که امکان داره مخالفین دولت دوج عملات خود بیشتر بسازن، هم در مرکز هم در کابل هدف است و هم در ولایت های مرکزی و در ساعتی که بیشتر امکان از این وجود داره که اونا در آینده بسیار نزدیک نامن شود، اگر او صورت نگیره و بعضی مشکلات بسیار داخلی خورده که ما فکر میکنم وجود داره که تبدیل شده به مشکلات بسیار کلان بین دو تن از رئیس جمهور و رئیس جایی افغانستان. ما فکر میکنم که فعلا مسئولیت به اصطلاح شده توپ در میدان از مردم از دست مردم بیرون است و در میدان حکومت وحدت ملی است که اینها باید عمو مسئولیت رسالت خود که فرام نمودن امنیت بر تمام مردم افغانستان در هر قسمت افغانستان که هستند بدون کدام مشکل فراهم کنن. آقای صبوری فکر میکنه که حالا این رهبانان حکومت وحدت ملی امین توپ میتونن به دروازه حریف رسانن؟ چون به نظر میرسه که گزینش وزیر دفاع برایشان اولویتش وابستگی این فرد به رئیس جمهور و رئیس اجرایی است، نه شایستگیش در تامین امنیت مردم افغانستان. چون چانزنی دو رهبر هم همین مسئله است که وزیر دفاع باید وابسته به کدام فرد باشه. ببینید یک جز یک بخش سیاسی از این موضوع است که مثلا وزیر دفاع ملی مربوط به کی باشه، حال ادریسی یک موضوع سیاسی است، یعنی یک موضوع بسیار خردش است. چیزی که مهمتر از او است ای است که من میخواستم پیشتر اشاره کنم، مثلا زمانی که در بدخشان حمله میشه، این حمله به یک یعنی تمامیت ارضی افغانستان زیر خطر نیست که حتما رئیس جمهور و رئیس جای اینا در او دخیل باشن. این به سطح زون باید مثلا نیروهای امنیتی افغانستان کسی که مسئولیت زون داره باید به این مشکل رسیدگی بکنه، یعنی تمام تدابیر امنیتی و حمایوی را که بتانه از امو کندک خورده که در یک قسمت وجود داره تمام امکانات خود به کار پرته و این مسئولیت از اوناست در قدم اول. یعنی در حقیقت موضوع زمانی که تا زمانی که تمامیت ارضی افغانستان زیر خطر نبه، این سوال متوجه مثلا در قدم اولی متوجه سباس. رئیس جمهور یا رئیس جایه نیست، بلکه متوجه وزارت دفاع اولا در سطح زون قمندانیا و بعد از وزارت دفاع و در مرحله سوم و چهارم مربوط. ولی موضوعات سیاسی تا یک حد تاثیر منفی سر زمین تصمیم گیری ها انداخته که پیشتر هم اشاره شد، من هم میخوام سر از دوباره بحث کنم. آقای فکر میکنه که گزینه دیگری برای مردم افغانستان وجود داره غیر تحمل چنین وضعیت و تحمل همین حکومت ولو که تا چهار سال دیگر به هر گونه ادامه پیدا کنه؟ خب یکی از گزینه‌های فعالی که مردم دارن و میتونن که تجربه بکنن ریختن به خیابان است. من فکر میکنم که اگر حرکت مدنی، اما تجربه نشان داده که ریختن به خیابان هم نتیجه نداده. در پیوند با سی شهروند افغانستان که سوی گروه های مخالف مسلح دولت ربوده شدن، از چند روز به این سو خیمه برافراشتند و فعالیت های مدنی بسیار در برابر حکومت راه اندازی کردن، اما تا حالا سرنخ این 31 نفر معلوم نیست. ببینید حرکت های مدنی فشارهای اخلاقی است و مسئولیت اخلاقی در برابر حاکم ایجاد میکنه. خب اگر این اخلاق وجود نداشته باشه که رهبرا جدی بگیرن حرکت های مدنی رو، بدون شک ما به طرف یک نظام دیکتاتور روان هستیم. خب اون گزینه فعال همی است که حرکت های مدنی صورت بگیره. خب بحث ها و گفتگاه ها است، مردم می نویسن، مردم در شبکه های اجتماعی موضع می گیرن، انتقاد میکنن، راه حل ارائه میکنن. اما با توجه به این هنوز حکومت وحدت ملی نمیتونه که بالای یک وزیر یا رئیس ارتش به یک تصمیم نهایی برسه. خب این خودش آیستا ایسا میتونه عقده ایجاد بکنه و اگر یک روز مردم مسلح شدن و به خیابان ریختند، او صورت باز ام ارتش در کنار مردم میسته، ام سایر نیروها در کنار مردم میسته و حکومت با تمام این قوتش فقط در سرنوشت چند تا فرد حکومت محمد مرسی این حکومت مواجه خواهد شد. بدون شکی خطرات وجود داره، به صورت بالقوه وجود داره. یعنی ما مثلا تجربه شده داریم در افغانستان که در موقع خوشی یا مراسم خوشی مردم فیرای شادیانه میکنن، یعنی ما مسلح هستیم،
سلاح وجود داره در افغانستان، در اختیار مردم وجود داره، در خانه های مردم وجود داره، و اگر وضعیت یک مقدار شکننده شد و مردم تنگ بیاین و بیش از حد بی‌حوصله شوند، امی به صلاح نیروی به صورت بالقوه داشتن وجود داره و به نیروی بالفعل بدل میشه، میتونه که تنش خلق بکنه. و در این صورت با توجه به عدم حمایتی که از نیروی امنیتی صورت میگیره، مشکلاتی که نیروی امنیتی دارن و بهشون توجه نمیشه، تلفاتی که نیروی امنیتی میتن و ناشی از عدم رهبری است، در نهایت نیروی امنیتی را به طرف مردم میکشونه. نیروها و مردم یک جا میشن و حکومتی که نتونست در 10% عمر حکومتش یک کار نسبتا خوب هم انجام بده و یک کار نسبتا به اصطلاح رضایت بخش برای مردم انجام بده، او محکوم به شکست خواهد بود. خانم رضایی، و در اخیر هم شما بگین، شما نماینده مردم هستین و بیشتر از دیدگاه مردم درباره این حکومت آگاه هستین. اگر حرکت های مدنی مردم هم این دو رهبر متوجه مسئولیت هایش ساخته نتونست و از خواب بیدار نساخت، پس در آن صورت دیگر مردم افغانستان چی باید بکنن؟ آنچه که آقای کاوه گفتند، سرانجام حکومت و مردم و ارتش یک جا در برابر این حکومت خواهند ایستاد؟ ما بحث میه که حکومت حداقل 3-4 مورد را ما میخوایم یادآوری کنم که میتونه یک تکانی بسیار جدی برای حکومت باشه، برای سران حکومت. بحث اول بحث 31 شهروندی گروگان گرفته شده. اینجا بحث 31 خانواده چشم به راه مطرح نیست، تنها بحث اعتبار دولت و میزان مسئولیت پذیری دولت در قبال حفاظت از جان شهروندانش مطرحه. بحث اعتبار دولت در قبال اینکه چطور میتونه از جان شهروندان خود حفاظت کنه. حادثه‌ای که در بدخشان اتفاق افتاد یک تکانی بسیار جدی برای حکومت و سران حکومت بوده میتونه. حادثه‌ای که در بلخ اتفاق افتاد و حوادثی که همروزه، حادثه‌ای که در خوست اتفاق افتاد، حادثه‌ای که در جلال آباد اتفاق افتاد و در ولایات مختلف افغانستان، اینا حوادث چند هفته و چند یک ماه یک و نیم ماه گذشته است که اگر امی تکانه ها بتونه حکومت وحدت ملی افغانستان را متوجه بسازه، من فکر کنم هنوز هم حکومت وحدت ملی از باور مردم افغانستان این فرصت و این چانس را داره که یک تکانه جدید به وجود بیاید و حداقل استراتژی امنیتی را در افغانستان تعریف کنه. من فکر کنم جدا از اینکه کی وزیر اقتصاد افغانستان خواهد شد که اونام به نوبه خود مهمه و کی وزیر معارف افغانستان، حداقل از لحاظ تهدیدات امنیتی، از لحاظ پیچیدگی های جنگ، از لحاظ روش های به کار برده شده توسط مخالفین، ما در مرحله رسیدیم که استراتژی جنگ را، تعریف استراتژی جنگ در افغانستان و تعریف استراتژی صلح را در افغانستان و تعریف بحران به نام داعش و القاعده و طالب را در افغانستان یا گروه های دیگر به عنوان یک بحث جدی سر میز دولت مداران افغانستان قرار بدیم و از دولت مداران افغانستان بخواهیم که بحث را جدی تر دنبال بکنند. سپاس از حضورتان در برنامه. حامد صبوری، استاد دانشگاه شاغل رضایی، نماینده مردم در مجلس نمایندگان، و پرویز کاور، روزنامه‌نگار. و سپاس از شما بیننده ها هم که تا حال همراهمون بودید. شبتان خوش. We'll be right back.